بچه سلام امیر حسین معلمی هستم مدرس سایت نابقا میخوام در مورد فرانت دولوپر صحبت بکنم اسم دیولوپر که میاد یعنی برام نویسی یعنی کود نویسی این قسمت میخوام بهتون بگم که چه چیزهایی رو باید یاد بگیرید تا تبدیل بشید به یک فرانت این ضمن اینکه این این نکته رو باید بهتون بگم که حتماً حتما قسمت اول این ویدیو رو ببینید که در مورد UI UX CX و خیلی چیزهای دیگه صحبت کردم حتما اول اون رو ببین بعد بیا سراغ این ویدیو کسی که میخواد تو حوزه فرانت فعالیت بکنه کار با اینترنت رو حتما باید بلد باشه. البته کار با اینترنت چیزیه که دیگه همه دنیا الان باید بلد باشه. یعنی حتی اگر نیستی باید بلد باشی ولی اون شخصی که تو این حوزه میخواد فعالیت بکنه حتما باید بلد باشه. و باید بدونه DNS چیه، HTTPS چیه، نمیدونم دونم HTTP چیه، پروتکل ها رو بشناسه و چیزهایی که کلا مربوط به اینترنت میشه رو بلد باشه. بعد از اینترنت مهمترین ابزار یه فرانت اند در درجه اول اگه بخواد تو حوزه وب فعالیت بکنه مرورگر هستش. باید یه فرانت اند بدون مرورگر چطوری کار میکنه چطوری این کدها رو تفسیر میکنه تبدیل میکنه و خیلی کارهای دیگه که کار با مرورگر به حساب میاد. بچه‌ها من دارم کلید واژه بهتون میدم. برای هر کدوم از اینها میتونید برید جستجو بکنید و یه عالمه مطلب به دست بیارید. الان متوجه شدید اگر میخواید تو حوزه فرانت اند فعالیت بکنید لازمه و پیش نیازش اینه که کار با مرورگر و کار با اینترنت رو حتما باید بلد باشید بعد از اینکه این چیزهای مقدماتی رو یاد گرفتی یه لول میای بالاتر و شروع میکنی به یادگیری HTML آقا HTML یاد گرفتی نرید همه جا جار بزنی بگی من برنامه نویس شدم و HTML زبان برنامه نویسی نیست HTML مارکاب لنگویجه زبان نشانه گذاریه شما با یادگیری HTML برنامه نویس نمیشی پس الان با خودتون میگین که خب پس چرا باید یادش بگیرم نه HTML پیش نیاز به حساب میاد و باید بلد باشی به خصوص اگر تو حوزه وب داری فعالیت میکنی که اصلا 100 درصد باید یادش بگیری و خیلی هم خوب باید یادش بگیری پس HTML پیش نیازه آقا داری HTML یاد میگیری در کنارش سو هم برو مطالعه بکن هر کتابی مقاله چیزی که در مورد سو هستش برو مطالعه بکن سو چیه سو مجموعه کارهایی هستش که انجام میدیم وبسایت ما از نظر گوگل خیلی خوب یعنی ترتمیز و مرتب دیده بشه گوگل نگاه میکنه میگه خب این همه کار انجام دادی پس تو لیاقت دین رتبه یکی گوگل باشی ولی اینم دقت بکنید یکی از کارهایی که انجام میدیم کد نویسی تمیزه ما برای اینکه رتبه یک گوگل باشیم باید خیلی تلاش بکنیم باید خیلی کارها انجام بدیم یعنی با یه دونه کد نویسی تمیز گوگل نمیگه بفهم رتبه یک مال تو خیلی کار باید بکنی ولی یکی از همون کارهایی که باید انجام بدی تو همین HTML هستش تگایی که استفاده می‌کنی کارهایی که انجام میدی کد نویسی تمیزی که انجام میدی باعث میشه یه امتیاز مثبت از گوگل بگیری پس همزمان HTML که داری یاد میگیری در کنارش SEO رو هم یاد بگیر خیلی خب آقا HTML یاد گرفتی خب بدون CSS که فایده نداره اصلا اصل داستان CSS بعد از اینکه HTML یاد گرفتی در کنارش که داری سئو رو هم یاد میگیری در کنارش هم بعد CSS هم یاد بگیری اصلا HTML CSS دو تا داداشن از هم دیگه جدا نمیشن نمیشه HTML یاد بگیری CSS بلد نماشی همینجور هم نمیشه CSS بلد باشی HTML رو یاد نگیری بنابراین بعد از HTML یا در کنار HTML شما CSS رو هم باید یاد بگیرید داری میری CSS یاد بگیری یه سری کلید واژه هم بهت میگم اینا رو هم مد نظر داشته باش اینا رو بیشتر روش تحقیق بکن که من اینجا الان نوشتم یکیش فلوت هست گیریت هست فلکس باکس پوزیشنینگ دیسپلی دیسپلی و باکس مدل هستش اینا رو برو بیشتر تعقیب کنیم کلید واژه بهت که در موردش تحقیق بکنی توی مسیر CSS و HTML هم داری میری جلو یه سایتم بهت معرفی بکنم که با بازی کردن میتونی CSS یاد بگیری سی... گاردن uh, هستش که اینجا لول 1 28 تا لول داره بهت میگه که مثلا این کد سیاسی که الان داری میبینی یه کاری،, یه کاری انجام بده که این آبه بیاد روی هویجا و هویجا رو ما بتونیم آبیاری بکنیم اینجا رو اگه یه کچول انگلیسی خوب باشه خوبم نبود از گوگل ترنسلیت استفاده میکنی میتونید با مطالعه کردن این که الان خودش به هدیه یه راهنمایی داده که مثلا اگر اینو شما کپی بکنی از اینجا اگر من بتونم کپیش کنم و اینجا پیست بکنی الان من تونستم هویجایی که اینجا هستش رو آبیاری بکنم نکس رو میزنم میرم مرحله بعدی از این بازی ها تو اینترنت زیاد هستش حتما انجام بدید یعنی اصلا برنامه نویسی رو اینجوری میتونید یاد میگم برنامه نویسی CSS رو اینجوری میتونید یاد بگیرید بعد از اینکه HTML CSS رو یاد گرفتی از اینجا به بعد یه مقداری دیگه جدی میشه قضیه چرا جدی میشه به خاطر اینکه تصمیم میگیری که تو حوزه وب بمونی یا بری تو حوزه فرانت ببین فرانت هنوز دارم میگم و تو حوزه فرانت موبایل بری دسکتاپ بری نمیدونم وب بری کجا میخوای فعالیت بکنی از وب شروع میکنم اگر میخوای تو حوزه وب فعالیت بکنی و قالب مثلا وردپرس طراحی بکنی HTML سیزی که یاد گرفتی تموم شد رفت بدون جاوا اسکریپت اصلا کسی شما رو دوست نداره اصلا شما بگو من html css بلدم جاوا اسکریپت بلد نیستم اصلا کسی نمیخوادت کاری بات ندارن باید حتما جاوا اسکریپت رو بلد باشی جاوا اسکریپت واقعا داره زیاد میشه اصلا زیاد بود قدیم الان دیگه خیلی بیشتر شده الان سایت های ایرانی رو خصوصی ها رو دقت بکنید خیلیشون دارن سمت جاوا اسکریپت میرن تو حوزه وب بنابراین اگر میخواید طراح وبسایت بشی حتما باید جاوا اسکریپت رو یاد بگیری بعد دیگه کم کم نم نم دستت میاد باید چی کار بکنی ببین جاوا اسکریپت تو که خوب یاد گرفتی منطقش رو ف... یاد گرفتی میای میگی ای چه جالب فریم ورک های جاوا اسکریپت هم هست برم با ویو کار بکنم ای چه جالب ویو هم میتونم این کارو بکنم اون کارو بکنم و همه چی برای جذاب میشه بخاطر اینکه جاوا اسکریپت خوب یاد گرفتی الان دیگه میمونی که مثلا کار با ویو رو یاد بگیری و دیگه تو این مسیر هر چی میری جلوتر اطلاعاتت و تجربت بیشتر میشه مثلا یه ذره میری جلوتر میبینی ای گیت هابم هم هست گیت هاب چقدر باحاله بزن برم یه از ازش استفاده بکنم بزن مثلا دو تا از آموزش های گیت هاب رو ببینم میری جلو میبینی گیت هاب خیلی به کارت میاد یکم حرفه تر میشی میبینی می کدنویسی ام امن رو برم یاد بگیرم چطوری مثلا این کدای جاوا اسکریپتی که دارم می نویسم اچ که کد ام امن نمیخواد ولی جاوا اسکریپتی که داری می نیازه که کدنویسی نویسی امن رو بلد باشی یادم نگرفتی نگرفتی یا به هر حال بانتی میذاری نمیدونم میگه آقا می مثلا هر کی تونست به این وب اپلیکیشنی که من نوشتم اتک بزنه فلانش بکنه بیسارش بکنه یه جایزه ای در نظر میگی هستن که برات این کار رو انجام بدن ولی خودت هم تجربه به دست بیار به هر حال کدی که داری می نویسی امن باشه و مشکل امنیتی برای سایت های مشتری یا حالا سایت خودت به وجود نیاد حالا مثلا HTML یاد گرفتی CSS یاد گرفتی جاوا اسکریپت یاد گرفتی یهو می‌بینی میری جلوتر می‌بینی یه اسمی به گوشت می‌خوره به اسم سس ای آقا چیه من نمی‌دونم سس چیه میری مطالعه میکنیم می‌بینی که سس ببین شما توی CSS گفتیم دیگه اصلا چیزی به اسم فانکشن و وریبل و کانستنت و اینجور چیزا ما نداریم توی CSS ولی با استفاده از SAS میتونی حلقه فور درست کنی ایف شرط و خیلی چیزهای دیگه درست و فانکشن درست بکنی یعنی برای سی اس اس میتونی فانکشن بنویسی و این چیزها رو با سس میتونی انجام بدی کم کم خودت این مراحل و این چیزایی که هستش رو به دست میاری من الان دارم بهت کلید واژه میدم که در جریان باشی آقا از صفرش چطوری شروع میکنی تا به اون مرحله حرفه ای تر برسی به کجاها میرسی کلید واژه ها رو داشته باش یادداشت بکن در موردش تحقیق بکن چیزایی که تا الان بهت گفتم مربوط میشد به حوزه وب یه چند سالی هستش که فرینورک فلاتری اومده خود خیرش بده ما رو واقعا نجات داد یعنی الان من یک بار فقط با فرینورک فلاتر کد نویسی بکنم میتونم رو برای وب داشته باشم برای موبایل هم حالا اندروید باشه باشه میتونم خروجی بگیرم برای دسکتاپ میخواد ویندوز باشه لینوکس باشه مک, مک باشه هر چی میخواد باشه یه بار کد می خروجی میگیرم و سرعت ساخت برنامه اصلا بی نظیره. شما مثلا دارم میگم یه برنامه رو ممکنه توی جاوا سه ماه زمان ببره بسازی ولی تو فلاتر شما سه هفته زمان میبره بسازی و سرعت اجرا شدن برنامه ها بی نظیر هستش حرفای منو باور نداری تازه با من آشنا شدی اشکالی نداره کاملا بهت حق میدم برو گوگل کن خود آقا برو به زبان انگلیسی در مورد فلاتر نسخه 3 یه مطالعه ساده داشته باش خودت به این نتیجه میرسی که واقعا ارزش سرمایه گذاری کردن روی فلاتر بی نهایته اصلا بی نهایته چون یک بار کد بنویس صد هزار بار ازش خروجی بگیر در مورد فلاتر رفتی تحقیق کردی نری در مورد مطلبی رو مطالعه بکنی که مربوط میشه به سال 2010 ها فلاتری که الان اومده از نسخه دو ده به بعد برو ببین چه انقلابی به پا کرده سرعت ساخت برنامه و سرعت اجرا شدن برنامه هاش واقعا بی نزیره. مطمئن باش بعد از اینکه رفتی در مورد فلاتر تحقیق کردی عاشق فلاتر میشی و در به در دنبال اینی که کجا بهترین و بروزترین و کاملترین آموزش فلاتر رو داره بذار خیالت راحت بکنم یه سر به سایت نابقا بزن نمونه آموزش های داخل سایت رو ببین مثلا نمیگم من کاملترین. مثلا نمیگم من بهترینم نمونه آموزش ها رو ببین اون قسمت نسخه فلاتر وقتی نمونه آموزشی رو داری نگاه میکنی نسخه فلاتر هم ببین فکر میکنم تنها سایتی باشیم که با نسخه سه فلاتر داریم به شما آموزش میدیم یعنی نه تنها بروزترین هستیم بلکه کاملترین هم هستیم و خودت به این باور میرسی یعنی من حرفایی که من میزنم و کاری نداشته باش یه دقیقه برو سایت نواقا و خودت به این باور میرسی علاوه بر تمام چیزهای خوبی که بهت گفتم بروز بودن آپدیت بودن کامل بودن پشتیبانی خیلی خوب یه چیزی هم که هستش اینه یعنی که ما منطق رو به شما یاد دادیم تو این تایمی که این ویدیو داره ضبط میشه هنوز پکیج فلاتر ضبطش تموم نشده یعنی تکمیل نشده ضبطش بچه‌ها دارن پروژه درست میکنن شما ببین که آموزش منطق فلاتر چقدر میتونه به شما کمک بکنه به هر حال تصمیمش با خودتونه میتونید سرمایه گذاری رو از همین الان شروع بکنید و فلاتو رو شروع کنید به یاد گرفتن هر جا هستید موفق باشید خدا نگهدار